دوره فرعون‌ها بود، دوره بناهای یاد بود، دوره مالندوزی و دوره بردهداری. همچنان که فرعون بر قلمرو خودش حکم می‌راند، از ابریها نیز به عنوان برده کار می‌کشید. بعد از مدتی آنقدر تعداد برده‌ها زیاد شد که فرعون از جماعت آنها ترسید. این ابریهای دهاتی، این قوم بنی اسرائیل، ازشون خوشم نمیاد به هیچ عنوان. به هیچ عنوان آدمای افتضاحی، اصلا شبیه ما نیستن. ادشون خیلی زیاد شده، میتونن یه لشکر درست کنن و ما رو سرنگون کنن. ها، شاید الان وقتشه که یکم از این گله کم کنیم. حکم میکنم ازشون بیشتر کار بکشید، کار سخت. اونقدر کار کنن تا همشون بمیرن. کاتب دود باشه، کار کنید دیده. اما برده ها مقاوم بودند و فرعون همچنان از آنها می ترسید. بازم تعدادشون بیشتر شده، ازشون کار بکشید. من ارادشون رو خورد میکنم، قلبشون رو خورد میکنم، اونا رو همونطور که خدای آفتاب بهم گفته بود له میکنم. نگهبانا رو احضار کنید، برید و هر پسر بچه ای رو که به دنیا میاد پیدا کنید و بندازید توی رود نیل. بذارید تومه تمساها بشن. این برده ها باید بفهمن فرعون کیه، بفهمن خداشون کیه. باید از من بترسن، باید منو بپرستن. فرعون جاویدان رو نگهبانا. این دستور فرعونه. اما اراده خداوند برخلاف دستور فرعون. یوکابت همسر عمران پسری به دنیا آورد. او اجازه نمیداد پسرش را بکشد. پسر من زنده میمونه. ما 3 ماهه که اونو پنهان کردیم، نمیدونم تا کی میتونیم به این کار ادامه بدیم. ما براش یه سبد درست کردیم، مگه نه مریم؟ یه سبد خوب که میتونه روی آب وایسته. اینه هاش. آفرین هارون، تو خیلی کمک کردی. حالا میتونه فرار کنه و از دست فرعون راحت شه. باز کنیم. مریم، هارون، برادرتون رو قایم کنین، زود باشین برین. اگه به خاطر سر و صدای زنم اومدی، میتونم براتون توضیح بدم. نه، مهم نیست. بریم. پدر، منم باید برم مراقبش باشم. اما امشب صلاح نیست که بری. وظیفه من چیه؟ این که همینجا بمونی. شما بعداً همدیگر رو پیدا میکنید، اون روز میتونی مراقبش باشی. خدا صلاح کار رو به ما میگه هارون، ما فقط باید بهش گوش بدیم. وقتی زمانش برسه به همون میگه چی کار کنیم. خداوند راه نمای تو خواهد بود پسرم. هیچ کس حق نداره به برادر من آسیب برسونه. آه.
اون آسیه همسر فرعونه. اون سبد رو برام بیارید. مگه من ماهی هستم؟ راست میگی، خودت بیا بیارش. آخه با این سبد میخوای چی کار کنی؟ این بچه از نژاد ابریا است. اما الان دیگه مال منه. خدای بچه برام فرستاده. از حالا به بعد اون پسر منه و شاهزاده تمام مردان. چون اونو آب آورده اسمشو میذارم موسا، یعنی از آب گرفته شده. اولیا حضرت. چیه بچه؟ بیا جلوتر، عیب نداره. وای خیلی بامزه است. شما به یه پرستار نیاز ندارین؟ او بله حتما، بله میخوام. من یه خانمی رو میشناسم. خب بفرست بیاد پیشم. و این میشه علامت رمز ما. سرنوشت چیزای بزرگی رو سر راهت خواهد گذاشت موسا. از ته قلبم حسش میکنم. پسر من. ده فرمان. سرپرست گویندگان محمد رضا سولتی. ناظر کیفی دوبلاژ مهرداد رئیسی. مترجم علی کاسزاده. از مؤسسه هنرهای تصویری سوره. چرا تسلیم نمیشی موسا؟ من از تو قوی ترم. هیچ وقت تسلیم نمیشم. بس خوب نگاه کن، ببینی شاهزاده واقعی چطور میجنگه. رامسس، به نظرت این رفتار شایسته شاهزاده هاست؟ معذرت میخوام پدر. موسی،
تو برای حکمرانی در مصر آفریده نشدی، اما یه شاهزاده به حساب میای. پس مثل یه شاهزاده رفتار کن. و اما تو رامسس، پسر من، فرعون آینده، آدمو ناامید میکنی. تو مسئولیت هایی داری، تو مسئول بناهای یاد بود هستی. برگرد به قصر. هر دوتون برگردید. نمیخواستم درد سر درست کنم. تو همیشه برای من درد سر درست میکنی. دیگه خستم کرد. متاسفم رامسس. متاسفترم خواهی شد. یه روز این حرف منو باور میکنی. تکون بخوری سریتر. زود باش، زود باش دیگه. تکون بخورید حیمونای کسی. خوشتون میاد پدر؟ تو کار تو خوب بلدی پسرم. ممنونم پدر. سالها تلاش و تلف شدن برده ها ارزششو داره اگه شما رو راضی میکنه. من شاهزاده واقعی دربار فرعون هستم. همینطوره پسرم. تا ابد از شما به عنوان خداوند یاد خواهد شد. به لطف تو رامسس. بذار کمکت کنم. نه اعلی حضرت، اگه فرعون بفهمه که شاهزاده یه کار خوب کرده فکر نکنم بدش بیاد. این نهال روزی درخت زیبایی خواهد شد. بله اعلی حضرت، متشکرم اعلی حضرت. این سنگ دل بلند شده ایمونه میخواستی اگر نانقدر میزنم تو جونت بالا بیا. ای تو دست نگه دار. نه خواهش میکنم. بس دیگه کافیه. اصلا به تو ربطی نداره. این سگا رو همیشه کتک میزنم. قانون اینجا همینه. قانونش منصفانه نیست. اون آدم سکه نیست. تازه یه آدم متمدن حتی به سگا هم آسیب نمیرسونه. تو خیلی حرف میزنی، باید ادبت کنم. میخوای فرزند فرعون رو بکشی؟ من هر کسی رو که به قوانین فرعون توهین کنه میکشم. تازه اصلا به رنگ پوستت نمیاد که هم نژاد فرعون باشی. من کشتمش. فرار کن جوان، فرار کن. به خاطر این کارت فرعون تو رو محکوم به بردگی میکنه. اما میتونم بهش توضیح بدم. اون پسرمه. نه خیر نیست. تو رو میشناسم. تو هارونی، پسر پرستار من یوکابت. اون پرستارت نیست، اون مادر واقعیته. ولی من شاهزاده مصر هستم. رودخونه رو یادت نمیاد؟ اون سبد، پتویی که مادرت به دورت پیچید. این چیزا رو توی خواب دیدم ولی همش حقیقت داره. پس دختر یوکابد، مریم، خواهرته، خواهر منه. هر دو دوستت داریم. حالا باید زندگی تو نجات بدی. نه، من یه شاهزاده مصری هستم. من چرا باید دروغ بگم؟ به هم اعتماد کن. راست میگم. هیچ وقت از ته دلت احساس نکردی با اونا فرق داری؟ من چرا؟ ولی این حیوانو بگی، بابتش نمیخواد پولی بدی. ولی خودت چی کار میکنی؟ مرگم، خونوادم.
ما چیزیمون نمیشه. الان بهتره که مواظب خودت باشی. اینو بپوش و برو. زود باش. نگهبانا دارن میان. بعدن هم دیگر رو میبینیم برادر. من مطمئنم. ایمان دارم. خدا به همراه برادرم. نمیتونم توصیف بدم. تو دیگه شاهزاده مصر نیستی موسی. رامسس حتما فرعون. اون از گرفتن جونت گذشت. من بودم این کارو نمی کردم. بیا اینم عصات. تو حالا شاهزاده صحرا هستی. از مصر خارج شو موسی. برو شاهزاده عقرب ها شو. حاکم ملخ ها و سوسمار ها. هی ببخش که تو رو درگیر این ماجرا کردم حیوان. آب؟ تو بوی آب رو حس کردی؟ هی سب کن منم بیام. هی با تو هم. ولی ما اول اینجا بودیم. ولی بزای ما خیلی تشنن. برید کنار وگرنه بد میبینید. اون زنها اول اونجا بودن. ته صف وایسید وگرنه با من طرفید. بارا گم شو. برای فرعون یه مرده هستم. خرمم خیلی بد اخلاقه. از چطور همین الان برید و بگذارید زنها به گوسفنداشون برسن. هر دوی ما چیزی برای از دست دادن نداریم یا برای ترسیدن. ببینم دوست داری یکم آب بخوری؟ با کمال میل. اسم شما چیه؟ موسی. من صفورا هستم، دختر جترو. ببینم تو عبری هستی؟ نه. بله. من فقط یه غریبه تو این سرزمین عجیبم. بیا، پدرم حتما برای نجات دادن ما ازت تشکر خواهد کرد. بنابراین موسی در آن سرزمین ساکن شد و با جترو رابطه برقرار کرد و جترو هم صفورا را همسر او کرد. آنها صاحب دو بچه شد. موسی احساس خوشبختی می‌کرد.
اما در مصر قوم بنی اسرائیل با ناتوانی فریاد می‌کردند. آنان خدا را می‌خواندند و خداوند هم اجابتشان کرد و موسی را برای نجات آنها از بردگی برگزید. او از اون گلا خوشت میاد؟ همشون رو نخوری؟ باعث میشه دل درد بگیری بره جون. کمتر بخور. تو هر گله یکی از اینا هست. مواظب باش بره کوچولو. کوچولو مواظب باش. تا حالا همچین چیزی ندیده بودم. باید از نزدیکتر ببینم. کوچولو احتمالا حس ادراک تو از من قوی تره. بوته‌ی شعله‌ور در این بیابون. وقتی که از آن مکان بالا رفت، خداوند با صدایی مجازی از سمت بوته‌ی درخشان او را صدا کرد. موسی. من اینجام. من درست همینجام. کفش‌هایت را در بیار موسی، چرا که بر خاک مقدسی قدم گذاشتی. کفشامو در آوردم آقا. من خدای پدران تو هستم، خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب. من رنجهای مردمی که در مصر هستند را دیدم و فریادهای آنها را شنیدم. به زجری که می کشند آگاهم. بدین سان ای موسی، من تو را برای رهایی آنها میفرستم و تو ایشان را برای بندگی من به بالای این کوه خواهی آورد. خدای من کی باشم که چنین کاری بکنم؟ اگه من به مصر برگردم و ادعا کنم که خداوند منو فرستاده، هیچ کس حرفمو باور نمیکنه. اونها از من خواهند پرسید که چه خدایی، اسم خدای تو چیه؟ من جوابشونو چی بدم؟ من پروردگار هستم. نام ابدی من همین خواهد بود. تو خواهی گفت که فرستاده منی و آنها به تو ایمان خواهند آورد. حالا برو موسی، من همراه تو خواهم بود. خداوند، اونها دلیلی بیشتر از حرف من خواهند خواست. موسی، عصایت را به زمین بینداز. حالا از سمت دم بلندش کن. دستت را در ردای خود فرو کن و آن را بیرون آور. چرا دستم اینجوری شد؟ دوباره دستت را در ردای خود فرو کن و بیرون آور. این نشانه ها را به مردم نشان بده. آنها باورت می کنند. پیام مرا به آنها برسان و آنها به دنبال تو از مصر خارج و به سمت این کوه خواهند آمد. و سپس تو آنها را به سرزمینی که رودهایی از شیر و عسل در آن جاری است هدایت خواهی کرد. خداوند، من به حرف تو اعتقاد دارم، ولی من بلد نیستم خوب صحبت کنم. از برادرت هارون بخوا که تو را کمک کند. آنچرا که به تو امر کردم انجام بده موسی. من نیز همراه شما خواهم بود.
اینم لازمت میشه. موسی خواهش میکنم ما رو تنها نذار. این امر خداست، باید برم. ما بازم شما رو میبینیم پدر. معلومه که میبینی، ایمان داشته باشید. ایمان داریم موسی، ایمان داریم. کی اونجاست؟ کسی اونجاست؟ هر کی هستی خودتو نشون بده. موسی، خودتی؟ تو کی هستی؟ موسی. هارون. برادر. از کجا فهمیدی؟ توی خواب دیدم. خدا ازم خواست که تو رو اینجا ببینم. خواب تو یه الهام بوده، باید دستوراتشو انجام بدیم. بریم پیش فرعون؟ فرعون مصر عوض شده، مغرور، نفرت انگیز، بردگیر. یه زمانی بهش میگفتی برادر. رمسس؟ سالهاست که ندیدمش. اون دوست نداره تو رو ببینه. من خوابی که دیدم و برای مردم تعریف کردم. اونا میدونن که تو قراره اونا رو به سرزمین شیر و عسل ببری. خیلی ها به تو ایمان آوردن. هارون، خوشحالم که همراه منی. میتونی کمک بزرگی برای من باشی. من همیشه در کنار تو خواهم بود موسی. متشکرم برادر. شب بیا پیش من و مریم، فردا خیلی کار داری. برادر کوچولو، برگشتی خونه، خیلی خوش اومدی. کاش پدر و مادرمونم بودن و این روزو میدیدن. خیلی خوشحالم که برگشتم مریم، بالاخره اومدم. ریش سفیدا خواستن تو رو ببینن. بیا بیا، همه دوست داریم بدونیم خدا بهت چی گفته. بیستین، اومدیم فرعون رو ببینیم. فرعون شما رو نمیپذیره دهاتیا. این دهاتیا رو از اینجا بندازین بیر. موسی؟ رمسس، برای یه کار ضروری اینجا اومدم. من به نمایندگی از خدا اینجا هستم. موسی قاتل، موسی بزدل. مادرم از غصه تو دق کرد و مرد. من متاسفم. تو زمانیم که شاهزاده بودی همش متاسف بودی موسی. مصر فقط یه شاهزاده واقعی داشت که اونم الان فرعون شده. بوی گوسفند میدی. باید دستور بدم تو کاخ خوشبو کننده بذارن تا وقتی اومدی حالمون به هم نخوره. خب حداقلش اینه که میتونیم با فرعون یه ملاقات داشته باشیم. و همونطور که گفتم، خداوند با من صحبت کرد. پروردگار فرمود اندگان مرا آزاد کنید. موسی، حالا از من توقع داری این ابریا رو آزاد کنم به همین راحتی؟ چون خدایی که من نمیشناسم و اسمشم تا حالا نشنیدم اینو گفته؟ تو بیا بون، آفتاب کلت زیاد خورده. نگاش کن با اون ردای پوسیده و عصای کهنه، واقعا که رقت انگیزه. البته تو همیشه رقت انگیز بودی،
تو یه قاتلی، یه ترسوی، یه متقلبی. این خدات هم تقلبیه. فرعون تنها خداوند مصره، خدای دیگه ای در کار نیست. نشون بده، معجزه ها رو نشونش بده. قدرت خداوند بزرگ رو نگاه کن. پدر، این فقط یه حقه است بسن، اصلا نترس. حتی این جادوگران منم میتونن از پس خدای تو بر بیان موسا. جادوگره ما بهترن. گوش بده فرعون، این فرمان پروردگار یکتاست. مردم منو آزاد کن. برو به خدات بگو فرعون برده اون نیست، اونا همینجوریشم به زور کار میکنن. حالا تو به فرعون میگی که باید آزادشون کنم؟ ماره نه، به خدات بگو که ازشون بیشتر کار میکشم. دیگه برای درست کردن خشت بهشون کاه نمیدم، خودشون باید دنبال کاه بگردن و اگه سهمیهی برای خودشون پیدا نکنن میکشمشون، تمام اون برده ها رو میکشم. برو به خدات اینو بگو موسا. احمق مغ. پدر، اونا فقط یه مش رعیته، نگران چیزی نباش. هر کس که خشت کافی تهیه نکنه تا غروب آفتاب میمیره، این دستور فرعون بزرگه. مواظب حرفات کن. اینا کی هستن؟ اونا توسط سامری رهبری میشن، همشون جاسوس های فرعون هستن. یعنی ابری ها جاسوس فرعونن؟ تو مدت زیادی اینجا نبودی موسا، خبر نداری. حالا راضی شدی؟ دارن از ما بیشتر کار میکشن. دارن ما رو میکشن. کاری که کردی همه چی رو بدتر کرد. برو پیش فرعون و ازش عذرخواهی کن، بگو که اشتباه کردی. شاید حرف خدا رو درست متوجه نشدی، شاید برداشت غلطی کردی. برو به فرعون بگو که اشتباه کردی، ما که از تو کمک نخواستیم. ازش عذرخواهی کن همین حالا. موسا کجا میری؟ سامری، تو منافع خودتو به خواست خدا ترجیح میدی؟ خدا؟ خواست خدا؟ یه نگاهی به اطرافت بنداز هارون، خدا ما رو رها کرده. خدای بزرگ، هر چی که گفتی و انجام دادم، اما فقط اوضاع رو خرابتر کردم. موسی، دوباره پیش فرعون برو، تو را در برابر او سربلند خواهم کرد. عصایت را بلند کن و به طرف رودخانه بگیر، من همه آنها را حیرت زده خواهم کرد. باید بدانند که من تنها پروردگار عالمم. فرعون، خداوند به تو امر کرده که این مردم رو آزاد کنی. خدا یه حیله دیگه سوار کرده. از سر راه هم برو کنار موسا، وگرنه له میشی. بنگر قدرت خداوند رو. و موسا آنچرا که خدا گفته بود انجام داد. عصایش را جلوی چشم فرعون برند کرد و به رودخانه زد و تمام آن به خون تبدیل شد. در سر تا سر مصر آب به خون بدل گشت. ماهی ها مردند، رودخانه روی تعفن گرفت و هیچ مصری قادر به نوشیدن آب نبود. بازی حقه جادوگری دیگه؟ باشه، تو آبو مسموم کردی، منم که شراب دارم، نیاز به نوشیدن آب ندارم.
تو آدم سنگدلی هستی فرعون، اما خدای من قوی تره. خداوند بزرگ به من امر کرده و من به تو نشان خواهم داد که خدای یگانه اوست. فرعون برادر، این مردم رو آزاد کن، دست به حماقت نزن، مردم تو رنج خواهند کشید، اونا میمیرن. کافیه، فرعون تنها خدایی که باید ازش بترسی موسی، این تویی که میمیری برادر. پس عصای خود را به خاک کوبید و خاک به موریان تبدیل شد. کاری از جادوگران فرعون ساخته نبود. پروردگارا، فرعون میشنوه اما گوشش بدهکار نیست. قورباغه ها از رودخانه خارج شدند و در تمام سرزمین پخش شدند. هزاران قورباغه جهنده. قورباغه؟ تمام عذابی که خدای موسی میخواست بده همینه؟ قورباغه؟ به اذن خداوند پشه ها حمله کردند، دام ها مردند و سرزمین در بوی تعفن غرق شد. پشه که چیزی نیست موسی. موسی حقه های بدی میزنه. دقیقا، حقه های بد ولی نه کارساز. سپس مردم مصر همه دوچار بیماری شدند، تنها تعدادی از بنی اسرائیلیان سالم بودند. اینا اثر انگشتان خدا؟ ما موسی رو آوردیم، اون اینجاست دم دره. شاید شما بتونین راضیش کنین که از خداش بخواد دست از سر ما برداره. من خدا هستم، اینو فراموش نکنین. بله فرعون، لطفاً ما رو ببخشین فرعون. نه، این از موریانه ها و پشه ها بدتره. حرف اونا منطقیه فرعون. تمام اینا زمانی متوقف میشه که تو فرمان خدای بزرگ رو انجام بدی. مردم منو آزاد کن، اونا رو از بند اسارت رها کن. از اینجا برو وگرنه میمیری. گوش فرعون بدهکار نه. پس موسی عصای خود را به طرف آسمان گرفت و خداوند بر روی مصریان تگرگ نازل کرد. تگرگ های آتشی که همه جا را به آتش کشیدند. سپس ملخ ها برای نابودی محصولات پراکنده شدند. بعد از آن خداوند سرزمین را در ظلمت فرو برد. تا سه روز همه جا تاریک بود. گیاهان سبز کم کم از بین رفتند، تنها قسمت ابری ها روشنایی داشت. خواهش میکنم فرعون، بفرستین دنبال موسی. خدای اون داره امپراتوری شما را نابود میکنه. محصولات از بین رفتن، دامام همینطور. خواهش میکنم فرعون بزرگ، موسی را بیارین اینجا. ها؟ این مرگ و فلاکت رو از سرزمین من دور کن. رامسس، کی میخوای بفهمی که تمام اینها خاص پروردگاره؟ بیش از این به مردم تاسیب نزن. خدا به تو امر میکنه که این ملت رو آزاد کنی.
دیدی که خدای بزرگ چی کار میتونه بکنه؟ فکر نکن که تو از خدا بزرگتری. این خدایی که میگه کیه موسا؟ خدای بزرگ ابراهیم، اسحاق و یعقوب. اسمش چیه؟ الله. تا حالا همچین اسمی نشنیدم، همچین خدایی نمیشناسم. اگه میخوای مردم دیگه برده نباشن، زودتر از اینجا برو. خداوند بزرگ یک آفت دیگر رو بر مصر نازل خواهد کرد. نیمه شب امشب عذاب الهی بر قلمرو تو فرود خواهد آمد و هر فرزند پسری که وجود داشته باشد را خواهد کشت، چه فقیر و چه غنی. تنها فرزندان بنی اسرائیل در امان خواهند ماند. فردا آنها را آزاد خواهی کرد و ملت تو به سوگواری خواهند پرداخت که چرا فرعون فرمان خداوند را اجرا نکرد. تو از این مکان اخراج خواهی شد. اخراج! اگه یه بار دیگه این طرفا ببینمت، خودم میکشمت. من از نابودی تو ناراحت خواهم شد. بدرود فرعون. پدر، منم فرزند پسر هستم. من میترسم. نترس، این مرد هیچی نیست، ملتش هم هیچی نیستن، خداش هم هیچی نیست. پس چرا من هنوز میترسم؟ سپس موسی تمام بزرگان بنی اسرائیل را جمع کرد و به آنها گفت: خداوند با من حرف زد. به زودی سفر ما به طرف سرزمین موعود آغاز خواهد شد. امشب هیچ چیز غیر از نان و گوشت بره نخورید و خون بره قربانی را به عنوان نشانه به درب خانه ها بمالید و تا فردا از خانه خارج نشوید، چون امشب خداوند بزرگ بلا نازل کرده و به حساب ظالمان خواهد رسید و شما را از آسیب محافظت خواهد کرد. وقتی که مرگ نشان خون را روی درهای شما ببیند، وارد خانه نخواهد شد و آسیبی به شما نمیزند. اما وقتی این سرزمین را ترک کردیم، باید این شب را به یاد داشته باشید و جشن بگیرید. شب گذر از مرگ. و مردم آنچه را که خدا امر کرده بود انجام دادند. مرگ هم اکنون از ما گذشت. خدا رو شکر. بله، ولی وای به حال فرزندان مصر. و نیمه شبی که موسی گفته بود فرارسید. تمام فرزندان مصر گرفتار بلا شدند. هیچ خانه بی نشانی از مرگ در آن نبود و فریادهای بلندی به گوش می‌رسید. او خدای بزرگ آفتاب، نه! پسر من نه! پسر من نه! موسی رو پیدا کنید! موسی رو بیارید اینجا! موسی! موسی! تمام ابریا در امان موندن. خیلی متاسفم دوست من. تو دوست من نیستی، با من حرف نزن. برو مردمت هم از اینجا ببر، ثروت هم ببر، دیگه برام مهم نیست. برو به خدای خودت خدمت کن. برو. ما خواهیم رفت، پسر و دختر و پیر و جوان و گله‌های دام همگی خواهند رفت. همه دیدیم که خداوند جان همه ما را نجات داد. موسی، کاری که با من و سلطنت من کردی فراموش نمی کنم. هرگز.
خدا تو رو مورد رحمت قرار داده برادر. همه ما رو مورد رحمت قرار داده. امروز رو یادت باشه، روزی که دست خداوند زنجیر اسارت رو پاره کرد. چیه؟ خوب شد اون موقع از سبتت محافظت کردم. اون شب هر جوری گریه می کردی. اون شب تو از طرف خداوند مأمور بودی. اون موقع من مواظب تو بودم، حالا تو مواظب همه مایی. حالا کجا داریم میریم؟ میریم به سرزمین موعود. این سرزمین موعود کجا هست؟ نمیدونم. نقشه‌ای برای راهنمایی نیست؟ نه. پس چطوری؟ خدا راهنمای ماست. من ایمان دارم که اون راه رو نشان خواهد داد. و خداوند ستونی از ابر را در روز و ستونی از آتش را در شب برای راهنمایی آنان فرستاد. بیایید از این طرف. همینجا اتراق میکنیم. موسی، خدا بهت نگفت چطوری از این دریای پهناور عبور کنی؟ نه دقیقا. خب به این مردم چی بگیم؟ مزارع ما نابود شدن، بناهای ما دیگه ساخته نمیشن، کسی نیست که از گله ها محافظت کنه. چرا این برده ها رو آزاد کردین که برن؟ دستور شما بود فرعون کبیر، وقتی که همه عبریای شهر. اشتباه کردم، از خودم ضعف نشون دادم. چطور تونستم بذارم موسی و خداش پیروز بشن؟ فقط یک خدا هست، اونم فرعونه. من خدای یگانه شمام. عرابه ها رو حاضر کنید، دنبال اون عبری ها خواهیم رفت. اونایی که نکشتیم اسیر میکنیم. با موسا چی کار کنیم؟ موسا مال منه، میخوام مرگشو به چشمام ببینم. بکشید یا اسیر کنید، بکشید یا اسیر کنید. فرعون داره میاد، فرعون با ارتشش داره میاد. تو چه جور رهبری هستی موسی؟ منظورت چیه سامری؟ این یه خودکشیه. راست میگه، تو ما رو به اینجا آوردی تا به کشتنمون بدی. نظر من اینه که تو خودت هم نمیدونی چی کار میکنی. تو ما رو تو دام انداختی، ما که نمیتونیم با فرعون بجنگیم. کافیه. وسایلتون رو جمع کنید، آماده ی حرکت باشید. ولی آخه فرعون، ما نمیتونیم حریف فرعون بشیم. اما خداوند حریف فرعون خواهد شد. نمیدونم خدا بهش چی گفته. مطمئنم میفهمیم به زودی. موسی نشونت میدم. به فرمان من حمله میکنیم، به هیچ کس رحم نکنید. حالا خودت کجاست موسی؟ آروم نترسین. حالا چی کار کنیم؟ بگو آتیشو دور بزنن. آتیشو دور بزنید. نه، تو نمیتونی جلوی منو بگیری موسی، با دستای خودم میکشمت.
مصریانی که امروز میبینید دیگر هیچگاه نخواهید دید. ببینید خداوند چطور محافظ شما خواهد بود. یعنی میشه بری؟ البته که میشه. بیا این بچه ها عجله کنیم. زود باش، مواظب باش جانمون. گاری رو یادتون نره. رفته بود ماهی تماشا کنه. سپاه فرعون دارن میان. بهت گفتم ما رو میکشن، نگفته بودم اونا هممون رو میکشن به لطف تو. نترسید، اراده و قدرت الهی را نظاره‌گر باشید. خدایا هیچ کس مثل تو نیست. تو درهای لطفت را به روی ما گشودی و دشمنان ما را نابود کردی. ایمان آورندگان را نجات دادی. ما را از سلطه تاریکی نجات دادی. شهادت میدهم که جز تو خدایی نیست و مثل مانندی نداری. به سوی سرزمین موعود. بنابراین موسی بنی اسرائیل را از کوهستان و دریا عبور روزها راه رفتند و آبی پیدا نکردند. مردم بسیار تشنه بودند. این چطور سفریه؟ نه غذایی، نه آبی. تو میخوای ما رو بکشی؟ نقشه تو اینه. تو میخوای با ما چی کار کنی؟ هیچ معلوم هست داری چی کار میکنی؟ شکایت همیشه شکایت میکنید. مگر ندیدین که چطور خداوند از ما محافظت کرد؟ خداوند به ما وعده سرزمین آباد رو داده که اونجا ساکن بشیم، سرزمینی حاصل خیز و زیبا. پس صبر کنید که خداوند با صابران است. ولی ما الان لازمش داریم. خیلی تشنمونه و خیلی گرسنه. آخه پس کی میرسیم؟ و
و مردم تمام آن شب را اشک ریختند، فریاد زدند و شکایت کردند. موسا ما گشتمونه، چرا تو و خدا ما رو به این جای مخوف آوردین؟ حداقل مصری ها به همون غذا می دادن، آب می دادن. من یه فکری دارم، بیایید برگردیم. اگه خدا واقعا باهات حرف میزنه بهش بگو ما داریم اینجا میمیریم. زن من که اصلا از این وضع راضی نیست. نمیخوای یه کاری بکنی؟ اگه خداوند براتون آب بفرسته دیگه قار نمیزنید؟ خب بله، ولی این طرفا که آب پیدا نمیشه. ببینید خدا چقدر شما رو دوست داره. میدونی حالا که آب هست خیلی خوب میشد اگه غذا هم میبود. نمیتونی یه کاری بکنی؟ خدایا از دست این مردم دیوانه شدم. هنوز نفهمیدم که از من چه انتظاری داری. آه ممنون میشم اگر کمکم کنی. من نجواهای مردم تو را شنیدم. فردا صبح از آسمان برایتان غذا نازل میکنم. برگرد پیش آنها و بهشون خبر بده. گوش کنید مردم، خدا فریادهای شما را شنیده. فردا صبح اجابت خواهید شد. پدر، مادر، بیایید بیرون. و فردا صبح همانطور شد که خدا وعده کرده. قضا بر روی زمین مثل شبنم. خدا برای ما نان فرستاده. این نعمت خداست. بردارید، بخورید، بردارید و خدا را شاکر باشید. خدایا شکر. مزه عسل میده. بخورید، بخورید و به حرکت ادامه بدید. چقدر دیگه مونده برادر؟ اونجاست، پشت اون کوه. پس چیزی نمونده. بهش بگید، بهش بگید دیگه. چرا خدا هیچ گوشتی به ما نمیده؟ همش به ما دستورالعمل میده. این کارو بکن، اون کارو نکن. مصریا به ما گوش میدادن. ما اون موقع ماهی و خیار و خربازه میخوردیم موسا. خیار و خربازه جزو گوشت نیست. منظورم گوشت و کباب بود. ما همیشه کباب میخوردیم. آره واقعا؟ آره غذاهای جور و جور و خیلی خوشمزه‌ای داشتی. من میگم با شکم خالی نمیشه خدا رو بندگی کرد. آره آره آره، من که قدرت فکر کردنم دیگه ندارم. ولی این تو بودی که به ما گفتی چی بگیم. خدایا با این مردم چه کار کنم؟ دیگر تحمل ندارم. در تمام شب و روز تنها چیزی که میشنوم این است: این را به ما بده، آن را به ما بده، آب بده، نون بده، گوش بده. خدایا اینجا که گوشتی در کار نیست. به قدرت من شک کردی. به آنها بگو قضا برایشان فراهم میشود. سپاسگزارم. با خداوند صحبت کردم.
او به شما قضا خواهد داد، نه فقط برای یک روز یا ده روز، بلکه برای یک ماه. اینقدر بخورید تا بترکید، چون هنوز نفهمیدید چرا از مصر خارج شدید. از غذاتون لذت ببرید. آه جاشوا، فرمانده ی جوان من. من فقط برای خدا می جنگم موسا، من فرمانده نیستم. بیا بشین کنارم پسر، روزی فرمانده خواهی شد. خدا بهم گفت که کارهای بزرگی برای این مردم می کنی. راست میگی؟ خداوند همیشه حقیقتو بهم میگه. ممنونم موسا. ممنون قربان. لطفاً به هارون و مریم بگو میخوام باهاشون صحبت کنم. بله قربان. با ما کار داشتین؟ بشینید برادر و خواهرم، بشین. هر دوی شما انگار ناراحت هستی. موسا تو قولای زیادی دادی. نگران نباشید، همه چیز درست خواهد شد. میدونم خدا با تو حرف میزنه موسا، تو هم حرفای اونو به ما میگی، ولی نگفتی خدا در مورد گوشت حرفی زده باشه. اگه میشد تمام ماهیای دریا رو شکار کرد، بازم اونقدر نمیشد که به این همه مردم برسه و سیرشون کنه. زمانی هر دوتون ایمان داشتید. موسا، آنها حرفهای مرا توسط تو شنیده، من با نشانه هایم با آنها حرف میزنم. ای موسا، تو پیامبر منی، من تو را از میان تمام مردم انتخاب کردم. به آنها بگو هرگز از راه خدا خارج نشوند. هیچ وقت از راه خدا خارج نشوند. او کک، اونا هم اینجا؟ اونها اینجا هستن چون خدا اینطور خواسته. نگاه کن، گوشت. بیا، امیدوارم کفت دوست داشته باشید، چون برای یک ماه آینده از اینا زیاد خواهیم خورد. خودم از کبک زیاد خوشم نمیاد. این جای عجیب کجاست؟ جایی که خدا اولین بار با من حرف زد. موسا خواست اونه که دوباره برگردم اونجا. من میترسم. نترس. بیایید، بیایید همینجا اتراق میکنیم. شنوید؟ این صدا از نشانه های خداست. اینقدر نترسید، خداوند از طریق این نشانه ها با شما حرف میزند. و حالا من به بالای کوه میروم، زیرا که فرمان خداوند است. موسا مراقب باش. خدا با منه. مواظب مردم باش، ممکنه بیتابی کنن. حتما برادرم. منم باهات میام موسا. بیا ولی مقداری از راه. جاشوا، از اینجا به بعد باید تنها برم. منتظرت میمونم موسا. و او بر بالای کوه طور رفت به امر پروردگار، 40 شب و روز و خداوند همراه او بود. موسا ما رو ول کرده، برای همیشه گذاشته رفت. من که میگم اون مرده، مرده. اون دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. نه
برمیگرده. ولی اگه نیاد چی؟ اگه اون بالا مرده باشه ما چی کار کنیم؟ هممون اینجا میمیریم، همه با هم. هارون یه خدا جور کن، یه خدای واقعی، خدایی که ما رو به سرزمین موعود ببره. من نمیتونم این کارو بکنم. یه خدا برامون بساز، وگرنه برو با برادرت بمیر، یا همینجا میمیری با خواهرت. ماریا، خدا تو رو میبخشه هارو. ولی موسی چی؟ تمام انگشترهای طلا رو جمع کنید، گوشواره های زنها و دخترهاتون بیارید بدید به هارون، تمام اون طلاهای مصری رو. آره، جواهرات و نقره‌جات هم بیارید، همه رو بیارید. آره، آفرین، هارون یه خدای واقعی برای ما پیدا میکنه، یه خدای طلایی. دیگه نیازی به موسی و اون خدای نامریش نداری، نه من نه شما. زود باشین، زود باشین، اون جواهرات رو رد کنید بیاد، همش رو. خدایا برای این کار مرا ببخش. مردم بنی اسرائیل، این هم خدایی که میخواستید. بیایید برقصیم و بخونیم و خدای جدیدمون رو عبادت کنیم، خدایی که همه میتونیم ببینیمش رو در رو. نه مثل خدای شخصی موسی. من راه زندگی کردن را به تو نشان می دهم، 10 فرمان خود را به تو اعلام می کنم، آنها را به خاطر بسپار و به مردم بیاموز، بیاموزشان تا زمانی که هستی. من خداوند بزرگ پروردگار شما هستم، غیر از من خدایی نخواهید داشت. خداهای ساختگی را پرستش نکن. نام مرا بیهوده به زبان مبر. روز سابات را گرامی بدار. به پدر و مادرت احترام بگذار. قتل مکن، زنا مکن، دزدی نکن، دروغ نگو. آنچه که به دیگری تعلق دارد را برای خود مخواه. چهره تو چقدر نورانی شده. مثل اینکه به اردوگاه حمله شده.
جنگی در کار نیست، این یک مراسمه. این بار دیگه شورشو در آوردن. اون موساست. موساست که باشه، دیگه نیازی بهش نداریم. ما خدای خودمونو داریم، همینجا برق میزنه. ببینید چه قشنگه، از طلا است. طلا، طلا، طلا. موسا، خدا رو شکر. جواب خوبی های خدا اینه، اون شما رو از بردگی نجات داد، از صحرا شما رو عبور داد، براتون غذا فرستاد تا زنده بمونید، ولی هنوز بهش ایمان نیاوردید. این عمل شما شایسته عذاب الهیه. ای از چی میترسی؟ هوا فقط یکم خراب شده، بارون بیاد که خوبه، مگه نه؟ درسته؟ زمینای اینجا خیلی خشکه. نمیفهمید که اون شما رو دوست داره؟ اون این روح رو به ما داد، این فرامین اوست. برای کسانی که به پروردگار ایمان دارن، کسانی که در کنار او هستن، به او ایمان بیاورید، پیش من بیایید. مگه شماها دیوونه شدید؟ ما همینجا یه خدای طلایی داریم، مال موسی همش از سنگ و خاکه. خاک! همه جا سنگ و خاک هست. داره میگه اون سنگا فرامین خدا هستن، اون فرمان ها مال خود موسی است. موسی میخواد جای فرعون رو بگیره، فکر میکنه از همه مردم برتره. سامری، جزای خداوند را تماشا کن. پروردگارا اونها رو ببخش، اونها پشیمونند. اگه هنوز عصبانی هستی و میخوای کسی رو عذاب بدی، من رو عذاب بده. متشکرم بارنا، متشکرم. قانونای خدا همش نابود شد. دوباره برمیگردم به کوه. خداوند یه جفت دیگه از اون لوح به هم میده، اما این بار که نیستم یه چیز بهتری برای شما میارم. بیا، کارایی هست که باید بکنیم هر دوتامون. باید یه تاق بسازیم، تاقی که لوحا رو اونجا قرار بدیم. باید از لوحا نگهداری کنیم تا همیشه فرمانهای خدا اجرا بشه. تمام حرفای موسی در مورد خداست. اون باید که من به فکر ما باشه. باید به فکر جایی باشه که باید بریم. کاملا مشخصه که راهو گم کرده. من که همیشه همراهشون بودم، آیا این مردم الطاف مرا نمی بینند؟ نشانه های مرا درک نمی کنند؟ چه ناسپاسند. همه از قدرت بی همتای تو آگاهی دارند. اون آفت ها، دونیم کردن دریا، نشان دهنده ی علاقه تو به اونهاست. خواهش می کنم بی مهری این مردم رو به محبت بی همتای خود ببخش. آنها را می بخشم موسی،
اما هیچ یک از آنها سرزمین موعود را نخواهد دید. در این بیابان رها می شوند تا آخرین نفر از نسل آنها بمیرد، فرزندان آنها و فرزندان فرزندان آنها، تا زمانی که من بخواهم سرگردانند. و گناهان مردم بنی اسرائیل باعث شد تا به مدت 40 سال در صحرا سرگردان بمانند، تا آخرین نفر از بزرگانی که ایمان نیاورده بودند مردند. موسی، مریم خواهرت، اون میدونم اون توی خواب مرد. پس راحت شد. حالا باید چی کار کنیم؟ باید سفر دیگری رو آغاز کنیم. درد داری؟ نه، به زودی به ملاقات خدا خواهم رفت. تو بهترین برادر دنیا بودی، تو کمکم کردی، از من حمایت کردی. فقط یکم فرعون رو اذیت کردیم. یادت میاد؟ مارها. اون پشه ها رو بگو، من از پشه ها بیشتر از همه خوشم اومد. فرعون از اون پشه ها متنفر بود. خدا حس شوخ طبعی زیادی داره. ناراحت نباش موسی، خدا با ماست. خداوند ما رو دوست داره، برای همین ما رو بارها و بارها امتحان کرد. باشد که سربلند باشیم. هارون کجاست؟ پیش خداست، جایی که منم میرم به زودی. ولی موسی، من سردر نمیارم. دنیای جدید مال کسانی است که ایمان دارد و از وارد شدن به اون حراسی ندارد. اما تو پیامبر خدا هستی. یک بار من اشتباه کردم و به خاطرشم تنبیه شدم. به هم اجازه میده تا سرزمین موعود رو ببینم، اما نمیتونم واردش بشم. و این پاداش من خواهد بود جشوا، و چه پاداش گرانبهاییست. اما ما بدون شما. وقتی بچه هات به دنیا اومدن بگو که موسی یه خدمتکار ناچیز خدا بود. موسی، میخوام با مردم بنی اسرائیل حرف بزنم برای بار آخر. بله موسی. مردم بنی اسرائیل، خدا به من گفته که باید در این سرزمین بمیرم. از این به بعد جاشوا رهبر شما خواهد بود. آخه چرا؟ همه شما به سرزمین موعود وارد خواهید شد و خدا همراه همه شما خواهد بود. او مراقب شماست و شما کمبودی نخواهید داشت. شما غذا و محل زندگی خواهید داشت و زمین های شما پربار خواهد بود و گله هاتان بسیار و رزق و روزیتان فراوان. اما این سفر را هرگز از خاطر نبرید. کلام خدا را هیچ وقت از یاد نبرید. آنها را به سینه بسپارید. نعمت هایی که به ما داده را قدر بدانید. و اگر گناه کردید از او طلب بخشش کنید. او شما را خواهد بخشید. چرا؟ چون او همه ما را دوست دارد. الان زمانی است که از آن رود بگذرید و به سمت سرزمین موعود حرکت کنید. شما برای همین تا اینجا آمده اید.
موسی، اونها رو هدایت کن، فرمانده بزرگ، هدایتشون کن. جایی که شما میری خوبه؟ از خوبم بهتر. به نام خدای یکتا، خدای یگانه، خدای مهربان. من آمدم خدایا، من آمدم. من حاضرم. جای تو اینجاست موسی، جای تو اینجاست. و موسی مشتاقانه دعوت پروردگار را پذیرفت، پیامش را رساند، مأموریتش را به پایان برد و همچون هر پیامبری راهی را که به خداوند ختم می شد به امتش نشاند.